خارج شدن جبهه آزادی از میدان جنگ با گروه طالبان. درگیری ها در ولایت پنجشیر، سرقت های مسلحانه در شهرهای هرات، غور افزایش یافته است. سلام، وقتتون بخیر. باز هم به یکی دیگر از ویدیوهای خبری این کانال خوش آمدید. تقاضا می نمایم تا اخیر این ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را لایک و سابسکرایب نمایید تا از جدیدترین ویدیوهای روزانه ما در کشور با خبر شوید. مشروع اخبار 8 صبح در برگه فیسبوکش نوشته است: سرقت های مسلحانه در شهرهای هرات، غور افزایش یافته است. 8 صبح غور. منابع محلی در ولایت هرات میگویند که سرقت های مسلحانه در شهرهای هرات، غور افزایش یافته است. منابع در صحبت با روزنامه 8 صبح میگویند که از دو ماه به این سو سرقت های مسلحانه در این شهرها به گونه بی پیشینه افزایش پیدا کرده است. منابع میگویند که موترهای باربری و مسافربری در این شهرها در ساحه منطقه چاهک از مربوطات ولسوالی ادرسکن ولایت هرات توقف داده شده و تمام پولهای نقد و اموال قیمتی مسافران به سرقت برده می شود. این منابع می افزایند که از دو ماه به این سو این سرقت ها به صورت وقفه‌ای جریان داشته و تا هنوز از آن جلوگیری نشده است. گزارش ها از سرقت های مسلحانه در حال منتشر می شود که طالبان نابودی دوزی های مسلحانه در مسیر شهرها را بزرگترین دستاورد حکومت دوری خود عنوان می کنند. شمس الدین حامد در برگه فیسبوکش نگاشته است: خبر تازه. طبق گزارش واصله از یک منبع موثق در قرارگاه چمالورده، صبح ساعت 10 بجه امروز سه شنبه مورخ 24/3/1401 جوزا، طالبان از استقامت کربوشی بالای موازی مقاومتگران حمله نمودند. بر بنیاد اظهارات یک تن از فرماندهان قرارگاه چمالورده که نخواست نامی از او گرفته شود، جنگ در ساحه گرداله سفید پول از ساعت 10 بجه شروع شد الا ساعت 7 شام ادامه داشت. با گفته این فرمانده، در این درگیری 6 طالب مسلح کشته و 5 تن دیگر به شدت زخمی شدند. گفتنی است که با نیروهای جبهه مقاومت ملی هیچ گونه آسیبی نرسیده است. در همین حال روزنامه 8 صبح نیز در برگه فیسبوکش نوشته است: 4 طالب در کمین جبهه مقاومت در رخه ولایت پنجشیر کشته شدند. 8 صبح پنجشیر. منابع محلی در ولایت پنجشیر میگویند که 4 طالب در پی کمین نیروهای جبهه مقاومت در ولسوالی رخه این ولایت کشته شدند. با گفته منابع، حوالی از ساعت 11 روز دوشنبه 23 جوزا، طالبان که قصد حمله بر موازی نیروهای جبهه مقاومت را داشتند، در منطقه شمال ورده ولسوالی رخه با کمین نیروهای این جبهه روبرو شدند. با گفته منابع، پس از این کمین میان نیروهای جبهه مقاومت و طالبان تا شام درگیری شدید جریان داشته است. منابع تصریح میکنند که در پی این درگیری ها 4 طالب کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. تا کنون از تلفات نیروهای جبهه مقاومت ملی در این درگیری ها جزئیاتی در دست نیست. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نمیگویند. بر اساس یک خبر دیگر، سیام نایاب در برگه فیسبوکش نوشته است: منبع جبهه آزادی به رهبری دکتر محمد یاسین ازیا از میدان جنگ با طالبان خارج شده است. این جبهه در جریان یک ماه گذشته در هیچ جای افغانستان فعالیت نداشته است. از توجهتان جهان سپاس. وقتتان خوش. الله نگهدارتان.